سلام به شما هموطنان گرامی. در برنامه‌ای که همکنون مشاهده خواهید کرد، نگاهی بسیار گذرا خواهیم داشت به اوراق یک کارنامه. کارنامه 19 ساله فعالیت‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و تلاش خواهیم کرد که تأثیر و نتایج این فعالیت‌ها رو در زمینه‌های مختلف بررسی کنیم. فهرستی که مشاهده می‌کنید، محورهای این بررسی ما خواهد. تأثیر تعرض سیاسی مقاومت در انتخاب خانم مریم رجوی، جبهه همبستگی ایرانیان در خارج از کشور، جبهه بین المللی وجدانهای بیدار، کارزارهای بزرگ مقاومت در برابر رژیم و جبهه مماشات، مقابله با توطئه‌های رژیم ولایت فقیه علیه مقاومت ایران، افشای برنامه‌های رژیم در زمینه رسیدن به بمب اتم، تشکیل جبهه ضد ام القرای بنیادگرایی، دفاع از حقوق بشر ملت ایران، دفاع از شهر اشرف، الهام بخشی قیام مردم ایران. امروز در کنار مقاومت ایران، جهانی از شرافت ایستاده. جبهه‌ای از هزاران نماینده پارلمان، شهرداران، حقوقدانان و انسانهای آزاده از سراسر جهان. ارگانهای بین المللی و مدافع حقوق بشر، مردم آگاه ایران، عراق و منطقه، همه در یک جبهه بین المللی متحد علیه فاشیسم تروریستی مذهبی حاکم بر ایران صف کشیدند. با اتکای به این نیروی همبستگی و یاری وجدانهای بیدار، یعنی اهرم‌های قدرتی که باید اون رو قدرت نوین نامید، مقاومت ایران در سالهای اخیر تمامی توطئه‌های رژیم علیه مقاومت رو هم به شکست کشوند. توطئه‌های عظیمی مانند بمباران مجاهدین در عراق، کودتای نافرجام 17 ژوئن علیه مقر رئیس جمهور برگزیده مقاومت و مقر شورای ملی مقاومت و توطئه‌های پی در پی علیه اشرف، با کارزارهای عظیمی که در 5 قاره جهان در برابر رژیم برپا شد، به شکست کشیده شد. جهان بیش از پیش به مقاومت ایران روی آورد. You want to guarantee equal rights for men and women. You want to see freedom of religion and freedom of the press and freedom of assembly in Iran. You want an Iran that doesn't threaten the existence of other nations. And you want an Iran that under no circumstances is a nuclear power. در گرد همایی بزرگ 18 ژوئن 2011 پاریس، بیانیه‌های بیش از 4000 نماینده پارلمان از 40 کشور جهان در حمایت از مقاومت ایران و مجاهدان اشرف توسط نمایندگان اونها به خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، اهدا شد. قانونگذاران بیش از 40 کشور جهان در بیانیه‌های خود خواستار به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران و برقراری گفتگو با شناختن شورای ملی مقاومت ایران شدند.
یکی از مهمترین و صعبترین پهنه‌های رویارویی مقاومت با رژیم ولایت فقیه و جبهه جهانی مماشات، کارزار مبارزه علیه وارد کردن مجاهدین در فهرست سازمان‌های تروریستی بود. کارزاری سخت که خانم رجوی در رأس جبهه وجدان‌های بیدار و جبهه همبستگی طی 7 سال کار پلتراش عاقبت بر تصمیم 27 کشور اتحادیه اروپا پیروز شد. Tomorrow the PMI will be free. Well done. Ils ont accepté le déshonneur pour sauver la paix. Ils ont le déshonneur et ils auront la guerre. Hold on! That we will win! We will win! Because our cause is the cause of freedom! شرکت کنندگان در بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج کشور که روز شنبه 28 خرداد 1390 اجتماع 18 ژوئن در پاریس برگزار شد، حفظ برچسب واهی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا را به رغم احکام قضایی صادره یک اقدام غیرقانونی و مشارکت در سرکوب مردم و مقاومت ایران توصیف کردند و از دولت آمریکا اجرای دستور دادگاه را خواستار شدند. این را هم باید خاطر نشان کنم که ایالات متحده به خاطر واگذاری مسئولیت حفاظت اشرف مسئولیت دارد، زیرا آن را به دولتی سپرد که قصد آن برای سرکوب ساکنان اشرف پیشاپیش مهرس بود، همچنان که در بستن راه تغییر در ایران مسئولیت دارد، زیرا نیروی اصلی تغییر در ایران را با یک برچسب واهی به بند کشیده است. بنابراین با آنها میگوییم به حکم دادگاه و به فراخوان نمایندگان کنگره و شخصیت‌ها و صاحب نظران بلند پایه آمریکا توجه کنید که خواهان لغو برچسب تروریسم و به رسمیت شناختن مقاومت ایران هستند. بر این اساس ما ایالات متحده را فرا می‌خوانیم که به این نامگذاری رسوا خاتمه دهد و سیاست شکست خورده مماشات و تعامل با بانکدار مرکزی تروریسم را کنار بگذارد. سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران رسما از لیست وزارت خارجه آمریکا حذف شد. در خجسته میلاد 8 پیشوای تشیع انقلابی، آفتاب تابان خراسان علی ابن موسی رضا علیه السلام، کارزار 15 ساله مقاومت ایران و حامیانش در اثبات مشروعیت مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی به پیروزی رسید.
سبت فدرال، روزنامه رسمی ایالات متحده، 4 اکتبر 2012. وزارت خارجه، اعلان عمومی شماره 8049. در موضوع نامگذاری مجاهدین خلق با همه اسامی مشابه و اختصاری، در مشورت با دادستان کل و وزیر خزانه‌داری، من بدین وسیله نامگذاری مجاهدین خلق و دیگر اسامی آن را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی طبق بخش 219 قانون مهاجرت و ملیت و طبق اصلاحیه ضمیمه به آن لغو می کنم. این اقدام از روز 28 سپتامبر 2012 نافذ است. این تصمیم در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. 21 سپتامبر 2012 هیلاری رادام کلینتون، وزیر خارجه. Ce fax, envoyé par le département d'État américain, sort l'OMPI de la liste des organisations terroristes. Je pense que les pays occidentaux ne peuvent pas arrêter le régime des Mollahs. La seule solution est un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance organisée. لابد من القول بأن رفع المقاومة من قائمة الإرهاب هو يوم عزاء بالنسبة إلى ولاية الفقيه وكذلك خامنئي وأحمد نجاد، وأنهم يرتجفون خوفا لأن سياسة المحاباة مع العالم قد انتهت للأسف. مريم رجادي ايكون d'une résistance iranienne désormais légitime peut avec tous ses militants se concentrer sur son seul but. Le renversement du régime des Mollahs pour l'avenir de l'Iran, un Iran démocratique, laïque et qui est basé sur les valeurs humaines, spécialement l'égalité entre les femmes et les hommes. صدای بانوی بزرگ هنر ایران مرضیه عزیز مراسم رو شروع کردیم. جای اون خالی و البته پر است، زیرا که همواره در آرزوی چنین روزی بود و الان در این جشن حاضر است. سلام و تهنیت به همه شما و از اینجا گرمترین درودها و تبریکها به ملت ایران. تبریک به زندانیان سیاسی، تبریک به جوانان قیام آفرین، تبریک به شما اشرف نشانها. و تبریک به مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی. تبریک به شورای ملی مقاومت و تبریک به مسعود، سازنده و خالق پیروزی ها. قانون است بر بی‌عدالتی و شیطانسازی. این پیروزی متعلق به تمام ایرانیان است و این یک پیروزی و سرفرازی بزرگ تاریخی برای ایران و ایرانی و بزرگترین شکست ولایت فقیه در رویارویی سیاسی
و بین المللی با مقاومت ایران در 3 دهه اخیر است. باشد که تاریخ ایران را به سوی دوران تازه‌ای ورق بزنیم و طرحی نو در اندازیم، طرح یک ایران آزاد و آباد و بدون تبعیض و نابرابری و بردگی دینی. عامل مهم این پیروزی کارزار حقوقی دامنه‌دار جنبش مقاومت بود که بر اثر آن قضایای آمریکا به ستم و بی‌عدالتی روا شده نسبت به این مقاومت اذعان نمود و حکم 2 سال پیش دادگاه استیناف آمریکا وزارت خارجه را به بازبینی نامگذاری ملزم ساخت. سپس همین دادگاه در پاسخ به شکایت فوری با حکم اول ژوئن همین امسال و با تعیین یک ضرب العجل 4 ماهه راه پس و پیش برای وزارت خارجه باقی نگذاشت. اما عامل دیگر در هم شکستن این برچسب اشرفی ها و پایداری پرشکوهانه هاست، چرا که لیست گذاری یورشی برای نابودی مقاومت بود و اشرفی ها با پایداری خود مقاومت را نگاهبانی کردند. لیست گذاری تلاشی برای تخطئه مبارزه و آزادی بود و اشرفی ها با پایداری 10 ساله خود مولد ارزش های آزادی خواهانه و مبشر برابری و دموکراسی بودند. در این رابطه خانم دانیل میتران عزیز در پیامی بسیار زیبا همین معنا را برای اشرفی ها باز کرد. به گفته او اشرف را با انواع روش ها محاصره کردند، اما از قلب همین محاصره بیرحمانه اشرفی ها توانستند محاصره جنبش آزادی ملت ایران را در هم بشکنند. درود بر مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی. و سومین عامل این پیروزی یک جنبش جهانی از شریفترین مدافعان دموکراسی و ارزش‌های انسانی در جهان امروز است که در برابر این لیست گذاری ایستادند. جنبشی از قانونگذاران، سیاستمداران، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا، خاورمیانه و شمال آفریقا. کسانی که راه حل ایران را تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران می‌دانند، نه مماشات با دشخیمان حاکم بر ایران. در این سالیان آنها نیز هدف فشارهای بسیار قرار گرفتند، بسا افتراعات، پرونده‌سازی‌ها و حملات ننگین. آنها زمانی به یاری ما آمدند که نزدیک شدن به جنبش متهم به تروریسم بهای گزافی می‌طلبید. و این چنین بود که در این کشاکش سخت و طولانی سرانجام حق مردم ایران برای تغییر حکومت به کرسی نشست. آری، سیاوش از میان آتش تهمت ها گذشت و آرش کمانگیر دوباره پیروز شد.
بر همین حال مبارزه در یک جبهه دیگر، مبارزه برای افشای فعالیت‌های رژیم برای رسیدن به بمب اتم و به دام انداختن رژیم در زمینه اتمی بود. نزدیک به 100 مورد افشاگری اتمی، مهمترین عامل بیداری جهان نسبت به خطر اتمی فاشیسم مذهبی حاکم شد. And a nuclear boom in the hands of someone like Ahmadinejad is a real danger. The future of us, RAF, is tied to Iran. And Iran's future is tied to freedom. در نتیجه تلاش‌های مجاهدین در افشای فعالیت‌های مخفی اتمی رژیم آخوندی، روز دوم دی ماه سال 85، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 1737 رژیم ایران را ملزم کرد تا فعالیت‌های تولید سوخت هسته‌ای را بدون تأخیر متوقف کند. به دنبال سرپیچی رژیم آخوندی از قطعنامه 1737، در روز 4 فروردین سال 86، قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت تحریم‌های گسترده‌تری را در زمینه مالی، تجاری و تسلیحاتی بر رژیم ایران اعمال کرد. رژیم ولایت فقیه از اولین قطعنامه شورای امنیت در 9 مرداد 1385، قطعنامه شماره 1696 تا ششمین قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در 19 خرداد 1389، قطعنامه 1929 ادعا می کرد که قطعنامه ها کاغذ پاره هایی بیش نیستند. اما دور جدید تحریم ها هر چند محدود است، ولی برای رژیم به مثابه چرخش جدید و آغاز پروسه تبدیل فرصت به تهدید است. اینا امروز تحریم را دشمنان ما، چه دولت آمریکا، چه بعضی از دولت‌های اروپایی، تحریم را مرتبط کردند به مسئله انرژی هسته‌ای. دروغ میگن، تصمیم میگیرن تحریم‌های غیر منطقی. این یک جنگ با یک ملت است. البته مشکل ممکنه درست کنن، مشکلاتی به وجود میارن، بله، بعضی از بی تدبیری ها هم این مشکلات رو افزایش میده، اینها هست. پس از هجوم به اشرف در مرداد سال 88، کارزار جهانی ایرانیان آزادیخواه و پشتیبانان اشرف آغاز شد. کارزار عظیمی که 72 روز به طول انجامید و طی آن 1200 تحصن، اکسیون و تظاهرات در 93 شهر جهان شکل گرفت. بیش از 110 کنفرانس مطبوعاتی و جلسه سیاسی برگزار شد و بیش از 18,000 مقاله و گزارش و خبر در رسانه‌های بین‌المللی انتشار پیدا کرد. این کارزار سرانجام به پیروزی اشرف بر ولی فقیه طلسم شکسته آخوندها منجر گردید. هفتمین روز اعتصاب غذای خشک آزاد شد.
پس از حمله جنایتکارانه 19 فروردین نیز خانم رجوی در رأس قافله مقاومت جهانی را علیه این جنایت و برای احقاق حقوق مجاهدان اشرف برانگیخت. این کارزار با هدایت خانم رجوی در تمامی عرصه‌های حقوقی، سیاسی و بین‌المللی ادامه داشت و برخی از دستاوردهای مهم آن به قرار زیر است. صدور حکم دادگاه اسپانیا علیه مالکی نخست وزیر عراق و احضار 3 جنایتکار دیگر از فرماندهان حمله به اشرف، بیانیه‌های بیش از 4000 نماینده پارلمان از 41 کشور در 5 قاره، جلسات رسمی استماع در کنگره آمریکا، در سنای آمریکا و همچنین در پارلمان‌های کشورهای اروپایی و در پارلمان اروپا. کنفرانس‌های متعدد بین‌المللی با شرکت و سخنرانی برجسته‌ترین حقوقدانان و پارلمانترها از کشورهای مختلف جهان. تأکید وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره بر لزوم اقدام برای حفاظت از اشرف. Well, first, let me say that we monitor this situation very closely. We try to investigate all of the assertions that are made. We know that adequate food and fuel under our supervision and pushing gets in, but we also know there are constant provocations that exist. So we are in a daily dialogue with the government of Iraq. The status of the residents at Camp Ashraf from the Iranian dissident group MEK remains unresolved. As the December 2011 deadline approaches, the administration needs to remain vigilant that the government of Iraq lives up to its commitments to provide for the safety of the Camp Ashraf residents until a resolution of their status can be reached. As you know, Senator, the State Department is leading an effort to ensure that... Could I just say finally, on the Camp Ashraf issue, I know that the Secretary of Defense Secretary of State is addressing this issue, but it is American troops that are protecting them now. I hope that you can give us some idea as to what disposition is going to be, because I think it's very clear that the lives of these people are at risk. And I thank you. I appreciate that. Thank you, Mr. Chairman. Well, just on that point, to turn it into a question, and maybe, General, this needs to be addressed to you, too. There's obviously a greater risk to folks there unless the Iraqis keep a commitment. And what's going to be done to make sure, to the best of our ability, that they keep that commitment? And what about the question of removing them from the... the list, not them, but the organization from the terrorist list? Well, Senator, we're all concerned about it. No, we share your concern. Lloyd Austin shares the concern, and I know Ambassador Jeffries shares the concern, and there is no, we're not sparing any diplomatic effort to encourage the Iraqis to do what we think is right in this regard to ensure the protections of those folks in Camp Ashraf. A lot of concern in the Congress about it, and this will, I believe, severely negatively impact their relationship with the U.S. Congress. Let me leave it at that. Senator, I want to assure you that Ambassador Jeffrey has made that loud and clear, that point loud and clear to the Iraqis. And I think you can speak for Congress, members of both parties in both houses, in expressing our concern about the safety of the people in Camp Ashraf. Congressman, I can assure you that I am personally very focused on trying to make sure that we protect the safety of the residents of the camp. I and our department and our administration strongly condemned the violence that led to the deaths. Regardless of how it happened, the fact is, you're right, 36 residents died because of the violence on April the 8th. Secretary Clinton was explicit that she wants me to work flat out on this issue, and that is what I, my colleagues, Ambassador Jeffrey in Baghdad, are doing. That is a directive from the Secretary. We're all engaged.
I will have a question for the record on Camp Ashraf. I'm concerned about the transition to Camp Liberty and what goes on there, and I look forward to your response there. Thank you, Senator. Thank you, Senator Menendez. The final comment I just say to all of you who are wearing the yellow jackets here, I want to express my respect for and appreciation for the way in which you have been present today. Yours is an issue that is of note to all of us, and we're concerned about it and pursuing thoughtful approaches to it. اشرف کارزار آزادی شماره یک، مسعود رجوی 10 دی 1390، با صد درود به جنگ صد برابر و عزم حد اکثر شما، کارزار پیروزی شماره 3، پیروزمند و سرفراز، امروز به اتمام رسید. بر مریم و بر اشرف مبارک باد. شما استوار و پر اقتدار چون کوه بر جای خود نشسته اید. مبارک. انا فتحنا لک فتحا مبینا. امسال در سال 90 3 دور کارزار پیروزی شماره 1، 2 و 3 با جنگ صد برابر مجاهدین را به نقطه امروز رساند. این نه یک امر خود به خودی و تصادفی، بلکه به واقع محصول ایستادگی، محصول آمادگی برای درس ماندگار، محصول نقشه مسیر در شب قدر، برگرفته از سرچشمه صدق، در پرتو مهر تابان آزادی و مقاومت ایران مریم و کارزار جهانی شگفت و معجزه آسای او میسر شد. در فردای 19 فروردین تا بخواهید دود و دم بود و شاخ و شانه کشیدن، انگار که دشمن چیزی به دست آورده است. 3 روز بعد از حمله، بهتر بگم 2 روز، حمله در 19 فروردین بوده، در 22 فروردین اون ضرب العجل کذایی برای امروز روز 31 دسامبر سال 2011 اعلام شد. خب فرصت خوبی بود، همزمان با بیرون رفتن نیروهای آمریکایی که از زمان دولت بوش تاریخش معین شده بود. به این وسیله رژیم میخواست که ما را بترساند و بپاشاند.
گفته بودیم که اگر اشرف بایستد جهان ایستادگی خواهد کرد و چنین شد. گفته بودیم که اگر زمان صد بار هم پر فتنه تر باشه، مجاهدین درس خود رو از صاحب این سرزمین پیامبر جاودان آزادی امام حسین رو میگویم و از حضرت علی آموختند و از زینب کبرا. حالا دشمن بور و کور میبیند که تشبساتش برای آنچه در نظر داشت به جایی نرسیده و درست به عکس، عدو سبب خیر شده و شما در بام جهان قرار گرفته اید. غلبه پیروزمند مقاومت ایران بر دسیسه های همه جانبه رژیم ولایت فقیه و دولت دست نشاندهش در عراق نیز نشان می‌دهد. همه می‌دانید که در یک سال گذشته طرح انحلال و انهدام سازمان مجاهدین در میان بود، ضرب العجلی برای یک سره کردن کار اشرفی ها و قرارداد هفت ماده‌ای آخوندها با دولت عراق برای تسلیم یا نابودی این جنبش. و حالا خوشحالم که به شما و به ملت بزرگ ایران بگویم که امانت شما یعنی جنبش رزم‌آور ضد رژیم ولایت فقیه، شکوفه قهرمانی های تاریخ ایران، در پناه لطف خدا از تاراج خزان و گزند قتل عام و انحلال در امان ماند. برای ایفای رسالت تاریخی خود صد چندان شکافنده تر، قدرتمند تر و استوارتر است. و حالا آی اشرف نشان ها، از شما میپرسم، آیا شما هم برای مسئولیت های این دوران، یعنی تلاش و نبرد صد برابر برای آزادی مردم ایران آماده ای؟ حاضر شما را شنیدم. پس به کوری چشم دشمن اشرف تکثیر شد و اشرفی ها بیشماران شدند. I'm not.
سایر مؤلفه های فعالیت های رئیس جمهور برگزیده مقاومت که هر کدوم پرونده و تاریخچه‌ای مشروح داره، عبارتند از ترویج برابری و حقوق زنان، دفاع از حقوق بشر ملت ایران و افشای جنایت های رژیم آخوندی و محکوم کردن این رژیم در مجامع بین المللی. مگر میتوان درد دختر 16 ساله‌ای رو که قاضی جنایتکار و متجاوز اون رو به تهمت فساد اخلاقی به دار میکشه فقط با یک طرح به سایر انسانها منتقل کرد؟ و مگر راهی هست که بتوان رنج زنان و مردان آزادی خواه و دارای آرمان و اندیشه رو که برای تغییر عقیده شکنجه میشند تجسم بخشید؟ نه، هرگز، هرگز. گلوی مرغ سحر را بریدند و هنوز در این شط شفق آواز سرخ او جاریست. در یک کلام، در حاکمیت آخوندها نقض حقوق بشر قانون است و رعایت حقوق بشر نقض قانون است. دوستان عزیز، اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید ملتی که همه راه ها به رویش بسته می شود حق دارد در برابر ظلم سر به شورش بردارد. مقاومت ایران صدها اعلامیه روشنگرانه در مورد نقض حقوق بشر در ایران منتشر و برای نهادهای مدافع حقوق بشر و مجامع جهانی ارسال کرد. افشاگری های جهانی درباره اعدام ها، شکنجه ها و زجر کش کردن قهرمانانی مانند محسن دکمچی در زندان در جلسات شورای حقوق بشر ملل متحد و مواضع عفو بین الملل و دیگر مجامع مدافع حقوق بشر سرانجام به تعیین مجدد گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران منجر شد. برآیند همه مؤلفه‌های حرکت سیاسی و مبارزاتی مقاومت ایران در یک عبارت خلاصه میشه: راه حل سوم مریم رجوی. تمامی اجزای مقاومت سازمان یافته مردم ایران با عزمی جزم به استقبال تحولات و کارزارهای پیش رو میروند. در این مسیر و برای تحقق آرمان تاریخی ملت ایران، شورای ملی مقاومت در آبان سال 1381 طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را تصویب کرد. در این طرح بر همبستگی نیروهای جمهوری خواهی که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناح‌ها و دستبندی‌های درونی آن برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند تأکید شده است. بر همین اساس شورای ملی مقاومت در آغاز 32 سال حیات خود با آگاهی به موقعیت و شرایط پرتلاطم کنونی و روند پرشتاب تحولات در خاورمیانه و با آگاهی به وظایف سنگینی که پیش رو دارد با مردم ایران تجدید پیمان می کند
و همه زنان و مردان ایران زمین را با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، به مقاومت و اعتراض در هر کوی و برزن و به اتحاد و همبستگی برای پیشرفت راه حل سوم که سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استقرار آزادی و حاکمیت مردم است فرا می خواند. به این ترتیب می‌بینیم که نگاهی به کارنامه این چند ساله نشون میده که اون انتخاب انتخابی فقط برای اون مقطع و یا انتخابی تنها برای فردای بعد از سرنگونی و دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران نبود، بلکه انتخابی برای امروز هم بود، برای پیشبرد مقاومت و محقق کردن امر سرنگونی استبداد پلید ولایت فقیه. و در این حال این اندیشه، مواضع، دیدگاه ها و برنامه ها همه رنگی از آینده هم دارند، رنگی از فردا، فردایی روشن. این شانشما آنی خواهد بست ارگانیزاسیون پوپولر اینها صحنه های از مجروحین مجاهدین هست اشهر اشهر امپراتوری اسلامی در کشورهای منطقه عرب هست و ما فکر میکنیم کشورهای عرب این بچه هم هست ملاها دارن ادامه میدن به حکومتشون فقط با این سر لکو پیغنی پختی و ان شانجمان دموکراتیک و بست به زور الان دیگه